احتمالا شما هم خیلی دوست دارین که یه سری از خواننده های پاپ با یه سری از خواننده های رپ همکاری داشته باشن و همیشه گفتیم واو این چی میشه اگر بشه؟ بهمن بابازاده روز تولد یاس چند روز پیش اعلام کرد که بدترین خبری که در مورد لغو یه پروژه همکاری شنیدم همکاری محسن چاوشی و یاس بوده. یه چند سال پیش، رو میگم 4-5 سال، 5-6 سال پیش یه خبری پیچید، حالا بیشتر مایل به شایعه بود که محسن چاوشی قراره با حمید صفت توی ترکیه همکاری داشته باشن، نمیدونم اگر خاطرتون باشه، و این خبر اونجوری پیچید. حالا الان داره ولی میپیچه که احتمالاً اون آرتیست رپر حمید صفت نبوده و یاس بوده. ولی حالا این خبر چه معنی میده منتشر کردنش وقتی اصلا خب خیلی از پروژه ها کنسل میشن، قرار همکاری اتفاق بیفته اما کنسل میشن. اما من حس میکنم که این خبر اصلا از بیخ و بن شایعه است، یعنی چه اون 4-5 سال پیش چه الانش به نظرم شایعه است. چرا؟ چون که داریم در مورد دو تا آرتیست صحبت میکنیم که رزومه کاریشون قشنگ مشخصه، یعنی روه ما داریم میبینیم که نه محسن چاوشی توی این نزدیک 20 سال دیگه، توی این 20 سال همکاری داشته به جز اون اوائل کارش که فقط هم با چند تا همکاری با محسن یگانه و حامد تاکان داشت و یه دونه همکاری با فرزاد فرزین داشت توی زمینه اجرا، توی زمینه اینکه فیت باشه ترک. دیگه همکاری از محسن چاوشی نشنیدیم تا همین امروز. حالا اون مابینش با سینا سرلک هم به عنوان همخوان بوده، یعنی فیت نبوده اون جوری که بخوایم در نظر بگیریم. از اون طرف یاس رو داریم که یاس هم رزومه کاریش اینه که با کسی جز آمین و اون اوایل نیما علامه یادم نمیاد همکاری کرده باشه. حالا توی بچه های خودشون با موهرم فیت داده، اوکی، با خانوادگی هم که خلن یه فیت دست جمعی بود، ولی جز اون بخوایم اینکه حساب بکنیم با یه آرتیست پاپ همکاری داشته باشه ندیدیم و نشنیدیم، واقعا یادم نمیاد. یعنی مثلا اگر حمید صفت رو بخوایم در نظر بگیریم، آره حمید صفت هم با امیر عباس گلاب کار کرده، هم با علی لهراسبی کار کرده، همین که خیلی کار کرده حمید صفت، خدایی خیلی بیشتر شنیده شده توی مارکت مجاز نسبت به یاس. یاس حتی یه دونه تیتراژ هم برای یه دونه فیلم سینمایی یادم خونده بود، فقط توی اکران اولیش گذاشتم پخش بشه تیتراژش، باز برش داشتم برای فیلم سینمایی بارکود بود اگر اشتباه نکنم، دیگه خبری نشد از اون. و این خبر رو وقتی که اعلام میکنیم، بعد حالا جمله عینی بهمن بابازاده رو بخونم، چون تولد یاس بود میگم سه تا نقطه، تلخترین خبر لغو یک پروژه همکاری در موسیقی از دید من کنسلی فیت محسن چاوشی و یاس بود. دلایل کنسلی هم که قطعا نمیشه گفت. چرا؟ مثلا دلایل کنسلی رو بگی اعدامت میکنن؟ یا یه چیزی رو نباید بگی به نظر من؟ یا وقتی که میگی آقا این خب از لحاظ ارزش خبری این خبر خیلی با ارزشه، پس یا نگو یا وقتی میگی کامل بگو. یعنی چرا مخاطبو جون به لب میکنی؟ یعنی اون مخاطب خب تا این لحظه نمیدونسته که اصلا همچین خبری بوده. وقتی خب این خبر میگی کنسل شده، شغلته ها، میدونم بهمن بابازاده کلا شغلش اینه که یکم حاشیه هم قاطیش باشه، اما دیگه چه لزومی داره؟ بعد از طرفی من رفتم چک کردم، نه محسن چاوشی یاس رو فالو داره، نه یاس محسن چاوشی رو فالو داره، و حتی بهمن بابازادرم یاس فالو نداره ولی محسن چاوشی فالو داره. از طرف دیگه اگر بخوایم در نظر بگیریم که مثلا منتظر واکنش محسن چاوشی یا یاس باشیم، که اونم باز یه چیز دور از ذهنیه،
یعنی نه محسن چاوشی به اینجور خبرها و حواشی واکنش نشون میده، نه یاس تا دیدیم که مثلا واکنش نشون بده به این، یاس دیس میکنن جواب نمیده دیگه، چه برسه مثلا به همچین خبری. پس من این خبر رو از بیس شایعه و حاشیه میدونم که بهمن بابازاده صرفا خواسته اسمش دوباره مثلا با این خبر یکم بپیچه و کلن واقعا هر جور حساب میکنم این خبر جز حاشیه نمیتونه چیز دیگه ای باشه. حالا قبلا هم یاس مثلا توی مصاحبهش گفته بود که جز آرتیست های مورد علاقهش توی مارکت پاپ ایران محسن چاوشی هست، محسن یگانم هستش، جفتشون رو گفته. ولی این خبر آخه چرا واقعا درک نمی کنم. یعنی اگر میخواستی بگی که من اطلاع دارم، اوکی خب منم اگر به عنوان مثلا مستر چک شاید از خیلی پشت پرده ها خبر داشته باشم، ولی وقتی میدونم نمیشه یا مثلا هنوز اتفاق نیفتاده به خودم اجازه نمیدم بیام بگم اطلاع رسانی کنم، یا مثلا اصلا میتونم شاید حاشیه سازی هم بکنم به نفع خودم، ولی از لحاظ اخلاقی حس میکنم درست نباشه این داستان که بخوام بیام یه چیزی رو مثلا که خصوصیه، یه چیزی که مثلا خود آرتیسته به من گفته بیام تو ملاه عام بگم، جز این که بخوام این حاشیه رو به جون بخرم که نمی کنم هیچ وقت این کار. به نظرم ارزش اون اعتمادی که بین آرتیستا و مثلا یه شخصی مثل منه، حالا بهمن بابازاده قطعا خیلی شناخته شده تره، اصلا خبرنگار مستقل موسیقیه، ولی اینکه دلیل اینکه این خبر رو پخش کرده یکم به نظر من بوی حاشیه میده و نباید پخش میشد. ما اصلا همکاری بین آرتیست رپ و پاپ اگر شنیده باشیم خیلی کم بوده، مثلا شایو و یاسین ترکی بود حمید صفت و اون چند نفری که اعلام کردم که حتی مثلا امیر عباس گلاب به خاطر حمید صفت فکر میکنم یک یا دو سال ممنوع کار شده بود بنده خدا. و قطعا خب با شناختی که از این دوتا آرتیست داریم این کار عملی نبوده. یعنی یاس همین جوری همکاری که عملی شده، همکاری فیت بین المللیش با پیشرو تکنان که 3 ساله 3-4 ساله اون هنوز نیومده، یه چه برسه به این که دیگه شایعه است. نکنین این کارا رو، دمتون گرم. یعنی به خاطر جلب توجه اگر این کار رو نکنیم خیلی قشنگتره و حرفه‌ای‌تره به نظرم. شما که خودتون رو یه دونه خبرنگار مستقل موسیقی میدونین، کاش رفتار حرفه‌ای هم انجام بدین. یعنی بعضی وقتا من بهمن بابازاده رو من فالو دارم، اصلا دنبالش میکنم، بعضی وقتا حس میکنم یه سری چیزها رو عمدن میگه که مثلا از این زاویه بهش نگاه بشه که من خیلی میدونم، من از یه سری چیزهایی خبر دارم که هیچکی خبر نداره. خب خیلی طبیعیه، اصلا تو مارکت باشی با 4 تا آرتیست در ارتباط باشی یه سری چیزایی میدونی که شاید خیلی از عامه مردم نمیدونن، این طبیعی ترین چیزه، از من کمترین تا مثلا شمایی که خبرنگاری هستن این خیلی چیز طبیعیه. ولی اینکه بخوایم بیایم عامیانه بگیم، یا مثلا سر تولد محسن یگانه اومده بود یه متنی گذاشته بود که باز مثلا من خیلی میدونم که مثلا دلیل این کمکاری های محسن یگانه فلان اتفاق تو زندگی شخصیش، اگه خود آرتیست بخواد بگه میگه دیگه، به من شما ربطی نداره. نه؟ دمتون گرم. نظرتون چیه؟ و توی کامنت ها بنویسین که دوست دارین کدوم یکی از آرتیست های پاپ با کدوم یکی از آرتیست های رپ فیت بدن، همکاری داشته باشن. اگر این اتفاق ممکن بود بگین که دوست دارین ترکیب کدوم صدا رو کنار هم دیگه بشنوین. خیلی چاکرین. دمتون گرم. مرسی که دنبال کردین این ویدیو رو تا آخر دیدین. خواستم در مورد این خبری که واقعا به نظر من حاشیه است، با شناختی که از هر دو طرف دارم، حالا شاید از محسن چاوشی یکم بیشتر من شناخت داشته باشم و بیشتر اطلاعات داشته باشم، این خبر رو منظورم کنسله. سابسکرایبتون نره، لایک کامنت قربان شما، مثل چکیو.